مدتی پیش بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران از حضور جاسوسان اسرائیلی در بدن بخشهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی سخن به میان آورد و گفته بود در یکی از بخشهای بسیار مهم ضد جاسوسی یکی از ماموران موساد رئیسان اداره سری بود اما واقعا کدام یک از مسئولان جمهوری اسلامی مامور سرویس اطلاعاتی اسرائیل است در ادامه این ویدیو به همین موضوع می پردازیم اما قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب کانال ما رو دنبال کنید. پس از کشته شدن حسن نصر الله حزب الله لبنان با چالش های زیادی روبرو شد یکی از مهمترین این چالش ها پر کردن شکاف هایی بود که به دشمن دیرینه آن اسرائیل اجازه داده بود تا با حمله به پایگاه های تسلیحاتی و سامانه های ارتباطی حزب الله نه تنها این مراکز را مختل کند بلکه موفق به ترور دبیر کل این سازمان شود سید حسن نصر الله که برای سالها معلق دفاعش با دقت مخفی نگه داشته شده بود نهایتا هدف یک حمله هوایی از سوی اسرائیل قرار گرفت و کشته شد در ماجراهای مربوط به اسرائیل حضور جاسوسان در قلب دشمنانشان یعنی ایران و حزب الله بسیار پر اهمیت است تا جایی که بارها از مسئولان رده بالای امنیتی نظامی و سیاسی ایران جاسوسانی بزرگ برای سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا پدید آمدند همین چند روز پیش بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران در رابطه با این موضوع با شبکه سی ترکیه صحبت جنجالی و غیرقابل قابل را بیان کرد او گفته بود عوامل اسرائیلی در زمان وزارت هیدر مسلحی بیشترین نفوذ را در کشور داشتند او در بخشی دیگر از صحبتهایش گفته بود در کشور ما دپارتمان ضد اسرائیلی رو اندازی شد و بعد از مدتی معلوم شد که رهبر آن مامور موساد سازمان اطلاعاتی جاسوسی اسرائیل بوده این صحبت های احمدی نژاد به زمانی برمیگردد که جاسوسان اسرائیلی مقادیر بسیار زیادی از اسناد به کلی سری مربوط به جمهوری اسلامی را در ترگوز به سرقت بردند در آن زمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سی آوریل 2018 ادعا کرد اسرائیل با کمک ماموران و جاسوسان حاضر در ایران توانسته انبوهی از اسناد هسته ایران را از کشور ایران خارج کند وی ادعا کرد این اسناد شامل 55000 صفحه و 55 1000 فایل دیجیتال در قالب 183 سیدی درباره برنامه و فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. این صحبت های احمدی نژاد از وجود جاسوسان اسرائیل در رده های بالای اطلاعاتی خبر بسیار تلخی برای حامیان جمهوری اسلامی ایران بود. حالا می‌توان از نقش این جاسوسان برای یافتن جای دقیق سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز پرده برداشت. روزنامه فرانسوی لوپاریزیان در گزارشی که شنبه گذشته منتشر شد به نقل از منابع امنیتی لبنان اعلام کرد که این عملیات ترور نتیجه جاسوسی یکی از عوامل نفوذی ایرانی بوده است که اطلاعات دقیق از محل حضور حسن نصرالله به اسرائیلی ها داده بود بر اساس این گزارش این جاسوس توانسته بود به حلقه نزدیک به نصرالله نفوذ کند و جزئیات کاملی از تحرکات او در اختیار اسرائیل بگذارد بر اساس اطلاعاتی که جاسوس ارائه کرده بود سید حسن نصرالله روز جمعه در زاهیه جنوبی بیروت حضور داشت در مراسم تشییع یکی از مقامات حزب محمد سرور شرکت کند. در همان روز اسرائیل با دریافت اطلاعات حساس از این جاسوس اقدام به حمله هوایی به مکان حضور نصرالله کرد نصرالله در عمق سیمتری زیرزمین در حال برگزاری جلسه با دوازده نفر از مقامات ارشد حزب الله بود و به همراه عباس نیلفروشان معاون فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در این حمله کشته شد روزنامه یدیوت آهرونوت اسرائیل نیز در گزارش اشاره کرد که عوامل زمینی و جاسوس ها از اصلی ترین منابع اطلاعاتی بودند که اسرائیل از آنها برای اجرای این ترور بهره برده است حزب که برای دهه ها به عنوان یک سازمان مخفی و به شدت امنیتی فعالیت می کرد و تقریبا غیر قابل نفوذ بود در خلال دخالتش در جنگ سوریه مجبور به تغییر استراتژی و شل کردن های امنیتی شد. کمتر از 20 سال پس از تلاش های ناموفق اسرائیل در سال 2006 برای ترور حسن نصرالله، این بار اسرائیل موفق شد محل دقیق اختفای او را شناسایی کرده و او را به همراه تعداد زیادی از فرماندهان ارشد حزب به قتل برساند. به گفته مقامات اسرائیلی، این موفقیت نتیجه اطلاعات بسیار ارزشمندی بوده که در در طول دو ماه گذشته از شبکه جاسوسی اسرائیل به دست آمده بود. روند ترورها از ماه ژولیه آغاز شد هنگامی که فواد شکر یکی از فرماندهان نظامی حزب الله ترور شد. ورود حزب الله به جنگ سوریه باعث شد تا این سازمان مجبور شود سیاست های امنیتی سختگیرانه خود را در خصوص جذب نیروها کمی نرمتر کند و این مسئله به اسرائیل فرصت داد تا جاسوس های بیشتری را وارد ساختارهای امنیتی حزب الله کند. از اعضای سابق حزب الله که از سازمان جدا شده بودند تبدیل به منابع اطلاعاتی با ارزشی برای اسرائیل شدند. رندا سلی مدیر برنامه حل تعارض در مؤسسه خاورمیانه واشنگتن معتقد است که افزایش حضور و نفوذ حزب الله در سوریه باعث تضعیف کارهای نظارت داخلی این سازمان شد و این مسئله به اسرائیل فرصت داد تا به شکلی گستردهتر در داخل حزب الله نفوذ کند. یکی از روش‌های مهم جمع‌آوری اطلاعات اسرائیل استفاده از دریایی از داده ها بود این اطلاعات اغلب از منابع جمع میشد می که به طور عمومی در دسترس بودند مانند پستر های ترحیم شهدای حزب الله در سوریه که جزئیات دقیق محل تولد محل کشته شدن و ارتباطات اجتماعی فرد را در اختیار می گذاشتن. حتی مراسم های خاکسپاری نیست که مقامات حزب الله در آنها شرکت می کردند هایی برای شناسایی افراد و تحرکات آنها به اسرائیل میداد در کنار عوامل انسانی اسرائیل از تکنولوژی های ای نیز برای جمعآوری اطلاعات استفاده کرد این تکنولوژی ها شامل ماهواره های جاسوسی پهبادها و توانمندی های حک سایبری بود که به اسرائیل اجازه میداد تا حتی گوشی های موبایل اعضای حزب را به دستگاه های شنود تبدیل کند اسرائیل همچنین یک واحد ویژه به نام یگان 9920 را اندازی کرده بود که از طریق الگوریتم های پیچیده می توانست تصاویر ماهواره‌ای و بسری را تجزیه و تحلیل کرده و هر گونه تغییرات جزئی در محیط را شناسایی کند. این تغییرات ممکن بود شامل کشف یک دریچه تهویه جدید یا یک سازه بتونی باشد که نشان دهنده وجود پناهگاه های زیرزمینی بود این تکنولوژی ها به اسرائیل اجازه داد تا تحرکات روزانه فرماندهان حزب را به دقت زیر نظر بگیرد حتی اطلاعات جمع شده از طریق دستگاه های هوشمند مانند موبایل های اعضای خانواده این فرماندهان کیلومتر شمار خودروهای آنها یا موقعیت جغرافیایی گوشی هوشمند نیز به بانک اطلاعاتی وسیع اضافه میشد که اسرائیل برای شناسایی تحرکات حزب از آن استفاده میکرد بر اساس گزارش ها، دستگاه اطلاعاتی اسرائیل طی ماههای اخیر به تکنولوژی های پیشرفته دست یافته بود که به طور متناوب می توانست مکان حضور نصرالله را شناسایی کند نصرالله به طور معمول در تونل های زیرزمینی و مخفیگاه های خود زندگی میکرد اما روزی که حمله به محل حضور او انجام شد هواپیماهای جنگی اسرائیل دستور داشتند هر گونه تحرکات مشکوک را بمباران کند مکان مکان حضور نصرالله توسط اداره اطلاعات اسرائیل شناسایی شده بود اما به دلیل مداخله کاخ سفید و درخواست از بنیامین نتانیاهو برای لغو حمله این عملیات متوقف شد با این حال به نظر می رسد که جمعه گذشته کاخ سفید دیگر اعتراضی به این حمله نداشت دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بار دیگر مکان حضور نصرالله را شناسایی کرد و هنگامی که او به سمت مخفیگاه مرکز کنترل و فرماندهی میرفت تا در جلسه با فرماندهان ارشد حزبالله و سپاه پاسداران شرکت کند حمله نهایی انجام شد و سید حسن نصرالله کشته شد دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعد بدرود